سلام، وقت شما بخیر. متشکرم، در خدمتم، بفرمایید. آقای سجودی خسته نباشید. من متشکرم. تشکر میکنم از برنامه خوبتون و اینکه به همه به نوعی آزادی بیان میدید بیان صحبت میکنم. یک در واقع سوالی داشتم، اینکه خواهش کنم، یکی سوال اول این بود که نظر شما در مورد سنت چیه؟ یعنی چه چیزی رو ما توی اسلام بهش میگیم سنت، چیزی رو میگیم بدعت؟ این سوال اول اگه جواب بدین ممنون میشم. تا بعدی رو برای سنت همون کارهایی است که حضرت پیامبر ما انجامش دادن در عبادات و در دستور دین، و بدعت همونی است که ما در دین کارهایی رو انجام بدیم که حضرت پیامبر انجام نداده و فکر کنیم که این ثواب داره. مثال پیامبر ما هرگز برای مرده سوم نگرفتن، هفتم نگرفتن، و این بدعت است. و عزاداری 3 روز حداکثر سنته، چون که پیامبر این کار انجام داد. من در واقع یک مطلبی رو شنیدم از یکی از علما و در واقع بزرگان مفتی ها که ایشون گفتن که حالا شاید نمیدونم حقیقتا روایتی دیدن یا به نوعی خواستن همزاد پنداری کنن با جامعه جوان امروز، نمیدونم، ولی خیلی سریع و قاطع گفتن که در واقع امروزه بستن کربات و مسائلی از این دست اینا جزء سنت هستش و در واقع خوب استحباب به سنته. من نمیدونم حالا این واقعا سند دینی داره، یعنی آیا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم این کار رو میکردن سنت هست، یا این حرف در واقع نوعی بدعت هست و اشتباه هستش؟ حالا اگه شوخی هم بکنیم که جواب کمی لطیف، شوخی هم نیست، تقریبا در جواب همین مسئله است که اول اون نظریه رو داستان میگم که یک مردی با خانومش میرفته در راه، دزدا اینا رو بستن، پولاشون رو گرفتن، مرد رو به دیوار بستن و به زنش تجاوز کردن. بعد از اینکه رفتن، مرد زنش رو طلاق داد. مرد زن گفت خودت دیدی که من تقصیر ندارم. گفت درسته، ولی گفت تو هیچ مقاومت هم نکردی. حالا داستان مسئله لباس است. در مورد لباس عموما به شما بگم که پیامبر ما برای لباس قانون خاصی نذاشته، اینم از چیز حکمت دین ماست. چرا که شما در سیبری باشی یه جور باید لباس بپوشی، در نمیدونم جای شرجی باشی باید یه جور لباس بپوشی. در مورد لباس و اقوام لباسهای مختلف میپوشیدن، یعنی پیش پیامبر میمادن همه متحد الشکل نبودن. یک عموم لباس داره که باید لباس تشابه به کفار نداشته باشه، و دیگه اینکه عرضم به حضور شما چیزای قوانین شرعی در لباس رعایت بشه. اما تشابه به کفار نداشتن، فقط خلاصه توضیح میدم، زیاد وقت شما رو نمیگیرم، در مورد کراوات هم میگم، باز شما بفرمایید. در مورد تشابه به کفار نداشتن، خب الان ما مثلا من که به دنیا اومدم پدرم همین لباس میپوشید. حالا من اگه مثلا بیام یک لباس دیگه بپوشم، مثلا لباس عربی بپوشم، مردم میگه تو که از قوم ما نیستی، یا برم مثلا لباس چینی بپوشم، مثال میگم، لذا ما مجبوریم لباس قوم خود بپوشیم. اونجا دیگه تشابه به کفار نیست، به قوم خود است و خلاف شرع هم مثال نیست، یعنی بدن نما نیست. اما این که ما بیایم دیگه زیاد روی کنیم، مثلا پاپیون بزنیم، خب این دیگه حالا لازم نیست به نظر من. به نظر من این کار درستی نیست.